سلام به دوستان هنرمندم، امیدوارم حالتون خوب باشه. شقایق هستم، به کانال یوتیوب من خوش اومدین. امروز قراره با هم دیگه آموزش جلد کردن این کلاسو رو یاد بگیریم و نکته‌ای که در رابطه با این آموزش وجود داره، قرار نیست که حتما کلاسور باشه، میتونه کتاب باشه، دفتر باشه. حالا ممکنه کتابتون پاره شده باشه، به مشکلی خورده باشه، جلدش رو دوست نداشته باشید. حالا این کلاسوری که من جلد کردم، ببین بچه ها، قدیمی بود و این قسمتش پاره شده بود. بعد از اینکه جلدش کردم دیگه مشکلی نداشت و خیلی راحت میشد ازش استفاده کرد. این هم سمت دیگه کلاسور که تا قسمت انتها ادامه داره و کاملا تمیز و مرتب. خوشحال میشم که قبل از اینکه آموزش رو ببینیم، کانال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و نظراتتون رو در رابطه با این آموزش برام کامنت کنید. بریم سراغ آموزش. سلام بچه، امیدوارم حالتون خوب باشه. من این کلاسور رو پارسال جلد کردم، امسال هم میخواستم جلدش رو عوض کنم، گفتم که آموزشش رو برای شما هم بذارم. اولین کاری که میکنید اینه که باید ارتفاع کلاسورتون رو به دست بیارید که برای من میشه 28 سانتی متر. از هر طرف 1 سانتی متر جای دوخت در نظر میگیریم، 1 تا 1 کنیم. حالا من 1 سانت در نظر میگیرم میشه 30 سانتی متر. 1 سانت بالا 1 سانت پایین میشه 2 سانت، 28 به اضافه 2 میشه 30 سانتی متر. برای اینکه بدونم دور تا دور کلاسورم چقدر، متر و گوشه کارم قرار میدم و از این قسمت لبه کلاسور تا سمت دیگر رو اندازه میزنم که میشه 47.5، که 47 میشه چون این نیم سانتش به خاطر این ضخامت جلد قبلیه. پس همون 47 من در نظر میگیرم. برای قسمت داخل کلاسورمون هم ببینید میخواید چقدر باشه، حالا تا کجا. به نظر من تا انتها در نظر بگیرید خیلی بهتره، چون حالا اگه نصفه کار رو در نظر بگیرید موقع نوشتن یه مقدار این حجم پارچه ممکنه اذیت کنه، ولی اگه تا انتهای کار باشه توی نوشتن خیلی راحت ترید. خب قسمت داخل چقدره؟ میشه 22 سانتی متر. حالا من بخوام در نظر بگیرم میشه 22. 22 سانت این سمته، 22 سانت هم سمت دیگه میشه 44 سانتی متر. از این قسمت تا این قسمت هم اندازه زدیم، حالا به خاطر این حجمی که اینجا داره سمت بیرونی مقدار بیشتر میشه، میشه 47. 47 رو به اضافه 44 قسمت داخلی میکنیم میشه 91 سانتی متر. 1 سانتی متر هم برای هر طرف برای این قسمتی که میخوایم تا بزنیم به سمت داخل در نظر میگیریم میشه 93 سانتی متر. پس اگه میخوان یه پارچه یه تیکه برش بزنید، ابعادش میشه 93 در 30 سانتی متر. ولی حالا من اینجا یه مقدار یه قسمت‌هایی رو برش دادم طبق سلیقه خودم و از این حالت حالا یک نواختی خارجش کردم. شما هم اگه دوست داشته باشید میتونید حالا یه سری برش‌ها روی کلاسورتون بدین. من برای این قسمت 13 سانتی متر در نظر گرفتم، یعنی از این سر توپ توپیمون تا سمت دیگه میشه 13 سانتی متر. قسمت داخل رو هم این قسمت گلدارمون به اندازه 4 سانتی متر داخل‌تر در نظر گرفتم. حالا شما طبق سلیقه خودتون هر اندازه که خواستید میتونید این قسمت ها رو تغییر بدید. خب این از اندازه گیری کلاسورمون. برای دوخت من ابعاد پارچه‌ای که بری زدم رو بهتون میگم. اگه کلاسورتون ابعادش با من یکیه میتونید از همین اندازه ها استفاده کنید. بعد بچه‌ها این ابعاد دور تا دور کلاسوری که ما اندازه زدیم شد 47 سانتی متر. حالا واسه شما هر چقدر که شد یه آستر هم برش بزنید به صورت یه تیکه، چون آستر قسمت داخلیه دیگه حالا نمیخواد اینجوری تقسیم بندیش کنید. یه آستر یه تیکه به ابعاد 30 در 47 سانتی متر فقط برای قسمت رو در نظر بگیرید. خب بچه‌ها من یه پارچه بری زدم برای آستر کارم، ابعادش گفتم همون اندازه بیرونی کلاسورتون میشه 47 در 30 سانتی متر. برای قسمت بیرونی جلد اصلی کلاسورمون دو تا پارچه بریش زدم به ابعاد 23 در 30 سانتی متر، پارچه خالدار یا توپ توپیم 15 در 30 و دو تا پارچه دیگه به ابعاد 21 در 30 سانتی متر. خب اولین کاری که باید انجام بدیم برای این قسمت کلاسورمون، باید پارچه ها رو به صورت یه تیکه دوخت کنیم. این پارچه 15 سانتی متر همون قسمت وسط توپ توپی جلد کلاسورمونه. من فعلا اینا رو بذارم کنار. خب این دو طرف کلاسورمونه. این پارچه رو به این صورت که روی اصلی پارچه به سمت هم باشه قرار میدم. این قسمت رو دوخت میزنم. این قسمت رو که دوختید سمت دیگر رو هم باز هم پارچه ها روی اصلیشون به سمت هم باشه و این دفعه این قسمت رو دوخت کنید به فاصله 1 سانتی متر جای دوختی که گذاشتیم. من این دو قسمت رو وصلش کنم به پارچه که ادامه آموزش رو با هم داشته باشیم.
خب اینجا من هر دو طرف پارچه رو دوختم، درز رو هم باز کردم، اتو کردم که کاملا مرتب باشه به این صورت. خب اگه میخواید قسمت روی کلاستورتون یه مقدار نرم باشه، میتونید پشت پارچه‌تون ابر، نمد، پشم شیشه یا هر چیز دیگه استفاده کنید، که من اینجا میخوام از نمد استفاده کنم. یه نمد برش میزنم جوری که از دور تا دور کارم به اندازه 1 سانتی متر کوچیک‌تر باشه به این صورت. یه لایه زانفیکس هم برش میزنم که بتونم نمد رو به پارچه بچسبونم. پس نمد رو جوری روی پارچه قرار میدم که از دور تا دور پارچه اصلیم 1 سانتی متر کوچیک‌تر باشه. خب این میشه روی اصلی کلاسورمون و این قسمت هم که نمد داره میشه پشت کلاسور. برای این دو قسمت که میشه قسمت داخلی کلاسورمون باید پارچه های توپ توپی بدوزیم به این صورت. خب اگه یادتون باشه گفتم این قسمت به اندازه 4 سانتی متر برمیگرده که داخل کلاسورمون هم پارچه به صورت یه تیکه باشه. پس من این دو قسمت رو هم جوری که روی اصلی پارچه ها به سمت هم باشه به این صورت، یکی رو این قسمت میدوزم. حالا اگه دوست داشته باشید میتونین به این پارچه‌تون لای چسب بزنید، اگه هم نه زیاد مهم نیست، فقط این قسمت روی کلاسور یه مقدار برای زیبایی کارتون مهمه که انجام بدین. سمت دیگر رو هم به این صورت باید بدوزید. خب این دو قسمت رو شما باید دوخت کنید که من دوختش رو انجام میدم. خب من این دو قسمت رو دوختم و گوشه های کارش رو دوتا تا زدم و یه دوخت انجام دادم به این صورت. برای آستری هم که برش زدیم دو طرفش رو من دوتا تا زدم. حالا اگه توی تصویر مشخص باشه، به این صورت دوتا تا زدم و دوختم هر دو طرف. این پارچه آستری که دارم استفاده میکنم آستر رویاله. خب اگه میخواید کلاسورتون درد هم داشته باشه به این صورت، دو تا پارچه برش بزنید و ابعاد 13 سانتی نیم در 7 سانتی متر. من یه نمد برش زدم که از قسمت پایین به اندازه 1 سانتی نیم فاصله داشته باشه، قسمت بالا 1 سانتی متر، یعنی ارتفاع نمدم میشه 11 سانتی متر در عرض 5. 11 در 5 میشه نمد، 13 سانتی نیم در 7 میشه پارچه. که قسمت بالای نمد رو من به این صورت تا زدم و یه هلال برش زدم. بعد هم با استفاده از لایه زانفیکس به پارچه چسبوندم. خب این دوتا رو ما باید به هم بدوزیم. خب این دوتا پارچه که برای درب کلاسورمون برش زدیم به این صورت روی هم دیگه قرار میدیم. بعد هم دور تا دور نمد رو باید دوخت کنیم. این قسمت پایین رو فعلا دوخت نزنیم، فقط دور تا دور. برای اینکه بتونید کنار نمد رو دوخت کنید از پایه زیپ دوزی استفاده کنید. به این صورت اضافه های پارچه رو برش می‌زنیم. به سمت رو برمیگردونیم. یه اتو بزنید و دور تا دورش رو به فاصله نیم پایه باید دوخت بزنیم. خب اینجا من درب کلاسورم رو اتو زدم و دور تا دورش رو میخوام به فاصله نیم پایه دوخت بزنم. به این صورت. خب من میخوام از دکمه چهارپارچه برای درب کیفم استفاده کنم. وسطش رو پیدا میکنم. میشه این قسمت. دو سانتی نیم بالاتر رو
علامت میزنم 2 تا 2.5 خوبه. حالا 2 سانت بالاتر رو علامت میزنم و دکمه رو این قسمت پرس میکنم. خب برای اینکه محل درب کلاسورمون رو پیدا کنیم، اول به این صورت از وسط تاش میزنیم. این قسمت وسط رو علامت میزنیم به این صورت. اگه شما تکرنگ کار کردین، از لبه پارچتون تا بالا باید بشه حدود 26 سانتی متر، یا از قسمت گلدارتون حدودا بین 8 تا 10 سانتی متر بالاتر رو میتونید علامت بزنید، میشه این قسمت. درب کلاسورمون رو یک بار به این صورت دوخت میکنیم، بعد بر میگردونیم و یه دوخت هم باید این قسمت بزنیم. این قسمت رو یه دوخت میزنیم. بعد هم درب کیفتون رو برگردونید و جوری که از این قسمت پایین تر باشه دوخت، جوری که وقتی درب کیفتون رو برمیگردونید این دوختای این قسمت مشخص نباشه. اگه فکر میکنید یه مقدار زیاده میتونید اضافه هاش رو برش بزنید. باید دوختتون از پایین این قسمت باشه. به این صورت. خب به این صورت من پارچه رو با سوزن به کلاسور وصلش کردم موقتا. به این صورت دو طرفش رو سوزن زدم، سمت دیگر رو هم به همین صورت. این بچه به این صورت بود. من با سوزن قسمت بالا و پایینش رو محکم کردم که با محل سمت دیگه دکمه رو مشخص کنم. به این صورت قشنگ دو طرفش رو با سوزن فیکس میکنید. خب سمت دیگه دکممون رو به این صورت مشخص میکنید. حالا میتونید یه مقدار پایین تر هم بیارید که اگه خیلی پر باشه دربش راحت بسته بشه، زیاد اینجوری نکشینش رو به سمت بالا. یکم میتونید اینجوری به قسمت پایین هدایتش کنید. این قسمت رو علامت میزنم و پارچه رو خارج میکنم. سمت دیگه دکمه رو این قسمت نصب میکنم که بریم برای آسترکشیش رو تموم بشه. خب کاورمون باید در نهایت بعد از دوخت ابعادش بشه 91 در 30 سانتی متر. این هم دکمه یکی که ما نصب کردیم. خب کاری که الان باید انجام بدیم اینه که وسط کلاسترمون رو بذاریم این وسط پارچمون. هر دو طرف دقیقا تنظیم کنید که دقیق در بیاد. باید دقیقا اندازه نمدمون باشه، یعنی از این سر تا این سر باید دقیقا اندازه نمدمون باشه. 1 سانتی متر هم بالا و پایین جای دوخته. به این صورت بر میگردونیم، با سوزن محکم میکنیم، سمت دیگر رو هم به همین صورت برمیگردونیم، با سوزن محکم میکنیم. من این قسمت رو انجام بدم. ببینید بچه اینو قشنگ بگیرید بکشید. خب دقت کنید این وسط کلاسورتون دقیقا روی وسط پارچه باشه.
آبچه رو قشنگ بکشین که صاف صاف بشه. بعد این قسمت رو دقیقا لب به لب خود کلاسور رو باید دوخت کنید. خب من این چهار طرف رو با سوزن محکم میکنم و این قسمت ها رو میدوزم. ببینید بچه ها، من دو طرف پارچم رو دوختم. دقیقا دوختتون رو از کنار نمد انجام بدین. اگه فاصله ها رو رعایت کرده باشین باید دقیقا دوختتون کنار نمدتون انجام بشه. خب به این صورت. و در مرحله آخر این آستری که گفتم برش بزنید، از هر طرف حدود 2 سانتی متر باید از پارچه اصلیتون کوچیک‌تر باشه. وسطش رو پیدا میکنیم. وسط پارچه‌مون رو هم قبلا پیدا کردیم. به این صورت قرار میدیم. از قسمت وسط دقیقا تنظیمش کنید و این قسمت رو دوخت کنید. سمت بالا رو هم دوخت بزنید که تموم میشه دیگه. خب به این صورت من دو طرف جلد کلاسورم رو دوختم. به اندازه که 0.5 سانتی متر باقی بمونه دو طرف رو درزش رو یه مقدار سبک میکنیم. خب الان ما میتونیم کاور رو به سمت رو برگردونیم. فقط یه اتو میخواد که مرتب بشه. من یه اتو بزنم اینو. فقط بچه من چیزی که فراموش کردم بهتون بگم، این قسمت چون کلاسور رو ما میخوایم داخل بکنیم ممکنه این درز دوخته یه مقدار اذیتتون کنه. برای همین این درز دوخت رو یه مقدار قیچی کنید که کلاسور راحت‌تر داخلش قرار بگیره. یا اینکه میتونید این قسمت توپ توپیتون رو دقیقا از این قسمت شروع کنید، یعنی این قسمت کامل توپ توپی باشه. اینکه این درز دوخت رو یه مقدار سبک کنید که وقتی کلاسور میخواد وارد بشه اذیت نکنه. دیگه من الگو سازی رو بهتون یاد دادم که هر جوری خواستین این تیکه ها رو تقسیم بندی کنید. من این درز دوخت رو سبک کنم. ببین این ممکنه یه مقدار اذیتتون کنه. همیشه قسمت‌های داخلی رو با دوخت ریز انجام بدید که محکم باشه. خب به این صورت سمت دیگر رو هم من به همین صورت درزش روی مقدار قیچی میکنم. خب بچه همیشه درز دوخت رو جوری برش بزنید که 0.5 سانتی متر حداقل بمونه. یعنی خیلی هم نچینید که بعد دوختتون باز بشه. یه 0.5 سانتی متر از درز دوختتون بذارید باقی بمونه. خب بچه ها اینم میشه کاور کلاسورمون که کاملا تمیز و مرتبه. این از قسمت داخل کاور. اینم از بیرونش. خب برای اینکه کلاسورمون رو جلد کنیم، جلد کلاسور رو به این صورت قرار میدیم. کلاسورمون رو هم به این صورت برمیگردونیم. بعد هم داخل جلد کلاسورمون قرارش میدیم. Thank you.
خب به همین راحتی کلاسورمون جلد شد که کاملا هم تمیز و مرتبه. هم قسمت های داخلی کلاسورمونه. اینم از آموزش جلد کردن کلاسور. امیدوارم که این آموزش هم براتون مفید بوده باشه. تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدار.